از بلایای طبیعی که بشر دست کم صدها هزار ساله باش آشنا هست سیله. و این سیل یعنی حرکت خروشان و ناگهانی آب و گلولای که انسان رو مبره و معمولا هم مکشه. و انسان ها و سایر موجودات جاندار به این نتیجه رسیدن مدت هاست که زنده بودن خیلی بهتر از مردنه، به خصوص که اصلا مردن به انسان نمیسازه. و به همین خاطر یک انسان عاقل وقتی نتیجه سیل میاد دم دست سیل یا کنارش وای نمیسته، فاصله میگیره که یک وقت نبردش. منتها ما چون خیلی پیشرفته ایم، خیلی با شبکه‌های اجتماعی آشنا داریم، همه هم که تحصیلات دانشگاهی داریم یا فکر میکنیم داریم، باید با موبایل وایسیم اونجا سلفی بگیریم. حالا ای چه سلفی گرفتنی داره؟ یا فیلم بگیریم بره فلان شبکه. خب عزیزم وقت شما رو سیل برد فیلمت به اونجا نمیرسه، به اونجا هم برسه فایده ای نداره. یک تو چهار تا لایک هم بخوای بگیری، بعد به چرش رو چرا ببرید لب سیل؟ و اینا چیزاییه که واقعا انسان نمیدونه که چی بگه که متهم هم نره که شما دلت خوشه، شما فلانی، شما نوکر حکومتی و اینا. حالا اصلا همه چی بد، البته اون که به هر حال نیاز به گفتن نداره. آموزش ما، شما نگاه کنین آموزش پرورش ما چه تا حالا مواد درسی گذاشته مثلا برای همین مسئله سیل، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، یا نمیدونم صدا و سیما و اینا که ولماتل اندرس کم خود ما فکر خود ما باشه. بعدش حالا بعضیا معتقدن که این از بلایای طبیعی نیست و از امتحانات الهیه. ما اصلا موندم چجوری ممکنه امتحان الهی جوری؟ اولا در موقع تعطیل، بعدش هم اینقدر پشت سر هم و در سراسر کشور. بالاخره امتحان اگر سراسر بس یک بار میگیرن دیگه، کنکور دیگه، بعد هر روز و هر دقیقه و هر ساعت نمیگیرن. بچه‌ام چه امتحانی؟ آخه یک موجود عاقل و بالغ و دانای کل و اینا چرا باید از مخلوقات خودش که میدونه اینا تو امتحان رد میرن هی امتحان بگیره؟ آقا اصلا آی آر ویندو شما دیگه لازم نیست از ما آیلتس بگیری. ما اصلا مدرک نمیخویم، ما اصلا به امتحان علاقه نداریم. هیچ شما بزرگتر خدمت که میتونی بکنی که از ما امتحان نگیری، به ما هم هیچ مدرک و مزایایی ندی در زمینه. حالا البته ای که بحث ماورایی و روحانی و ایناست و ما ماشاءالله متخصص مسائل دینی و روحانی و اینا زیاد هم داریم، همتون همه مشهد خود ما آقای علم الهدا هست مثلا کاملا این برای تا و مثلا ربطش به بیهجابی و اینا نشون بده و اثبات کنه. اما یک چیزی هم به نام دانش، ساینس، علم یا هر اسمی که بذارین هست که دست کم 10 ساله داره داد بذاره که تغییرات اقلیمی بسیار جدیان. انسان به شدت محیط زیستش تغییر داده، آلودش کرده و تمام این سیل و حالا طوفان در این نصف دنیا رو که الان طوفان درو کرده که دیگه از آمریکا تا فیلیپین و هایتی و اینا که شما نگاه کنید، سیل های گوناگون که فقط هم ایران نیامده، پاکستان آمد، هند آمد، آمریکا آمد، اینها نتیجه تغییرات اقلیمی هن. و تازه اگه با همین فرمون بریم تا 30 سال دیگه هزاران شهر در سراسر دنیا زیر آب میرن و طوفان ها، گردباد ها، سیل های بسیار وحشتناک تری هم خواهند داشت. منتها ما شوخی گرفته، یعنی انگار میگه که مثلا قرار این مسائل برای دیگران به وجود بیاد. ما یک کره زمین رو همه دست به دست هم دادیم نابودش کردیم یا در حال نابودش کردنش هستیم، او هم از بشه جذب کنه ما رو نابود کنه. حالا ای که نمیدونم اگه اوجوری نبود ایجوری میرفت و اگه اعلیحضرت بود و اگر فلان بود و اگر قبلش آژیر میزدن، اینا پشت ورقه. یعنی حالا به هر حال بعضی هم معتقدن که خیلی هم نیروهای امدادی تا حالا کمک کردن که علارغم که چند تا دهکده تا حالا اصلا رانش زمین محو شده کلن چند نفر کشته شدن. بعضی هم میگن نه کمکاری کردن، نه باید همین تعداد هم کشته میشدن. ما کاری ندارم، نکته یه که از ساده ترین چیزها، یعنی از ای که آقا لطفا زنده بمانین که دیگه واقعا آدم خجالت میشه، ترقی معکوسه که ما هر روز داریم میکنیم، باید توضیح بدیم تا توضیح بدیم که این همه مصرف پلاستیک، سوختای کربنی، آب هر جایی رو سوراخ کردن، آب یک باغ زدن در یک منطقه بیابانی، خوبی نشست زمین و رانش و همه اینا هست، مثلا سیل که یک هویی که به وجود نمیاد دیگه، همه اینو دست به دست هم میدن. تغییرات اقلیمی جوی به شکل سیل هم که بعد به زمین سست میرسه بدتر دیگه، واس اونجا هم باعث خسارات زیاد میشه. یا مثلا همین سوختای کربنی، هر کی سوار ماشینش بوق بوق از این ور به اون ور، حالا هر چه قدم بخواد آلودگی وارد محیط زیست بشه. یا گوشت خاری، حالا باز ما بگیم میگن چون گوشت گرون رفته، میگه گوشت هم بخور، نه آقا اصلا گوشت مجانی، اصلا میان بهت میگن اگر شما
یک کباب بزنی به بدن یک پولی هم بهت میده. اینقدر گوشتخاری نکنه دوستان، علاوه بر حالا ظلمی که به طبیعت و سایر حیوانات هست، یکی از بزرگترین دلایل گرم شدن زمین دامداری صنعتیه. حالا این باز میگه طرف میگه که استرالیا بس چرا کار نمیکنه. خب حالا این بنز گردن اون بنز گردنی نهایتا وای میسیم که نار سیل وی بلا سر ما در میه.